رزمایش موشکی اقتدار ولایت در حالی به مراحل نهایی خود نزدیک می شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقدامی مهم گوشه دیگری از عظمت شهرهای موشکی خود را در قاب نگاه جهانیان گذاشت تا دل هر ایرانی و دوستدار ایران اسلامی آرامتر و اندام دشمنان این مرز و بوم لرزانتر شود، دشمنانی که ایران امن، مستقل و مقتدر نمی خواهند. اقتدار دفاعیمون رو و امنیت ملیمون رو به هیچ وجه حاضر نیستیم در موردش صحبت بکنیم. خط قرمز ماست. امریکایی ها حرکت جدیدی رو و پروژه جدیدی رو کلید زدن و بعد از برجام دنبال مرحله جدید تحریم های موشکی هستن. هدفشون این هست که در واقع چراغ‌های امنیت کشور ما رو میخوان خاموش بکنن و طبیعتاً همون گونه که تا الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کسی باج نداده، در این مرحله هم اونها رو ناکام خواهد گذاشت. شهرهایی که انبوهی از موشک‌های بالستیک نقطه زن را در دل خود حفظ می‌کند و هر لحظه که فرماندهان احساس نیاز کنند به سرعت مراحل سوختگیری و عملیاتی شدن آن در اعماق زمین انجام و به سیلوهای زیرزمینی پرتاب منتقل می‌شود. سیلوهای زیرزمینی حالا مکمل اصلی شهرهای موشکی ما شدند، همان شهرهایی که دشمن شبانه روز تلاش میکند چراغهایش را خاموش کند. اما زهی خیال باطل. کارشناسان نیروی هوافضای سپاه پاسداران عقیده دارند انقلابی موشکی در ایران اسلامی رخ داده است. این بوده و ما همین نقطه‌ای که الان اینجا حضور داریم ایده و طرح 25 سال قبله. خود حساب کنید اگر این اقتدار و عظمت برای 25 سال گذشته باشد، اکنون سپاه در کدام این پله موشکی جهان قرار دارد؟ نیروی هوافضای سپاه امروز یک قدرت بی‌نظیر در منطقه است. بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر شاهد گوشه‌هایی از انقلاب موشکی سپاهیان اسلام خواهیم بود. موشک دوربرد، نقطه زن و بالستیک قیام قیامتی در اعماق زمین به پا خواهد کرد. این مرحله از رزمایش تست قیام است. با تست این موشک نقطه زن، سیلوهای زیرزمینی ما پرتابگر انواع موشک‌های بالستیک دوربرد، میانبرد و کوتاهبرد شده است. هر کسی که بیشتر با ایران اسلامی دشمنی داره، از این آمادگی‌ها و از این توانمندی‌های ما وحشت داره. بامداد سه‌شنبه 18 اسفند 1394 و غرش قدرتمندانه قیام از اعماق زمین و از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک.